بیننده‌های عزیز، همان گونه که در ابتدای برنامه گفتم 29 عقرب مصادف هست به روز جهانی کودک و ما به همین مناسبت یک تن از نونالان با استعداد شهر خود دعوت کردیم که صحبت‌های با ایشان خواهیم داشت که در استودیو با ما هستن. بسیار خوش آمدین، وقت شما بخیر. در ابتدای اگه خود معرفی بکنین. کاش می شد که کسی می آمد، باور تیره ما را می شد و به ما می فهماند زندگی منزل تاریکی نیست. اخ بر چهره بسی نازیباست، بهترین وقت همان لبخند است. کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم تا فراموش نگردد که هنوز انسانی، که هنوز انسانی. عرض ادب خدمت شما و همچنین از بیننده‌های تلویزیون اصلاح. صدف احراریم یکی از دکلماتوران انجمن ادبی هرات. من امروز خیلی خوشحالم که در اینجا حضور دارم. تشکر. نام خدا. بسیار دکلمه زیبایی کردین، انشاءالله که همیشه موفق باشین. من در ابتدا گفتم که 29 عقرب مصادف هست به روز جهانی کودک. آیا از این روز خبر داشتین نداشتین؟ داشتم. فقط بشنیدین؟ بله فقط. تجلیل هم میشه؟ تجلیل شده به کدام مراسم؟ تحت از این هم اشتراک کردین نکردین؟ من فقط شنیدم، اشتراک نکردم. خب، یعنی آرزو دارین که از این روز تجلیل بشه؟ بله خیلی دارم. چگونه تجلیل بشه؟ من خیلی خوشحالم که این روز کودک اشتراک بشه و تجلیل بشه دیگه. تجلیل بشه. و قدر کودکار ما باید بدانیم، چون کودکان در خانواده خیلی شیرینه. چند ساله هستین صدف جان؟ من 10 ساله ام. نام خدا. 10 ساله. مکتب هم میرین؟ بله. صنف چند؟ صنف 5. به کدام مکتب؟ اسپینده. اسپینده. چند نمره هستین؟ من 6 نمره ام. 6 نمره. چرا اول نمره نین صدف جان؟ سعی میکنم باشم. خب، انشالله که اول نمره بشین. حالا کسی که میخوای اول نمره بشه چی کارهای بعد انجام بده؟ باید زیاد زحمت بکشیم. استاد زحمت غر میکشن، بعد ما هم زحمت زیاد بکشیم. پس زحمت کشی هست که انسان رو به هر جا میرسانه. قول میدین که سال بعد اول نمره بشین؟ بله قول میدم زیاد زحمت بکشم که اول نمره شم. درس ها اشته پیش میره؟ درس ها خوبه، این روزا امتحانه، باید زیاد زحمت بکشیم که اول نمره بشیم. خب پس امسال ماییم اول نمره بشیم. بله. سال بعد رو میگذاریم کنار. سال قبل بودم، اول نمره بودم. خب پس چرا یک بار ششم شدی صدف جان؟ خب دیگه نشد. خب حتما زیاد تلاش نکرده بودیم دیگه. نه. خب چی شد که به شعر روی آوردی که دکلمه بکنی؟ استادم رو زیاد تشویق کردن، من علاقه من بودم به شعر. با اینکه استادم رو انگیزه دادم من پشد که من شعر بخونم. خب کی طور بیشتر تشویق میکنه در این راه؟ بیشتر خانواده هم زیاد تشویق میکنن، استادم تشویق میکنن. خودت هم تلاش میکنه دیگه. بله. چون اگر خودت هم تلاش نکنه خب بله. باز آدم به همون هدف خود نمیرسه. زیاد علاقه مندم. خب میشه در این قسمت یک شعری برای ما دکلمه بکنی؟ بله، شعری از سهراب سپهری. بله بسیار عالی. از چه دلتنگ شدی؟ دلخوشی ها کم نیست، مثلا این خورشید کودک پس فردا، کفتر آن هفته یک نفر دیشب مرد، و هنوز نان گندم خوب است و هنوز آب می ریزد پایین، اسب ها می نوشند قطره ها در جریان، برف بر دوش سکوت و زمان روی ستون فقرات گل یاس. به به به، خیلی عالی بود واقعا. چگونه همین شعرها رفت میکنی صدف جان؟
بعد می نویسم روی یک ورقه، بعد می خونم تا حفظ شد. سخت نیه؟ نه، سخت نیه. چی مدت در زمان می بره؟ امی وقتی که شعر علاقه داشته باشی بخونه می شده. خب بسیار دی. پس علاقه مندی خیلی مهمه. چقدر شعر حفظ داری؟ شعر تا فعلا که دارم 10 تا 15 تای. خود تو ایت علاقه من نی که خود تو شعر بنویسی و شعر بسرایی؟ بله علاقه من هستم. استادام چند وقت مر تشویق میکنم چند می حالا که من بنویسم انشالله که یک روز بهترین شاعر بشی. بله. شعرهای کدام شاعر را بهتر دوست داری و چرا؟ بیشتر از شاعرها هوشنگ گبتهاج دوست دارم، شاعر سهراب سپهری، بیشتری از اینا میخونم. خب میدونی که قالب های متفاوت شیری داریم نه؟ غزل هست، مثنوی هست، شعر سپید هست. کدام یک تو بیشتر دوست داری و دوست داری که مو شعرها حفظ کنی؟ شعر سپید بیشتر است. چرا؟ چون شعر سپید بیشتر شاید گفته شه، بیشتر گفته میشه و شاید حفظ از اون هم ساده تر باشه. بسیار عالی. چی آرزویی داری صدف جان به عنوان یک نونهال، به عنوان یک دختر افغان؟ آرزو دارم که درس خور زیاد پیش ببرم و این کشور ما هم صلح بیایه. صلح بیایه. بسیار آرزوی خوبی داری و انشالله که شما هم باید تلاش بکنید تا اینکه صلح بیانه و همه ما باید تلاش بکنیم. پدر و مادر در خانه خیلی نقش دارن نه؟ بله. واقعا که اگر باز حمایت از اونا رو ما داشته باشیم که به هم آرزوها خو میرسیم. پدر جان خور بیشتر دوست دارن یا مادر جان خور؟ خداوند بیامرزه پدر جان فوت شدن، خداوند رحمت کنه، مادر جان بیشتر دوست دارم. دیگه فعلا مادر جان هستن، خیلی باید دوست داشته باشیم اونا. آیا در کارهای خانه هم کمک میکنی با اونا؟ بله. یا نس خوردی؟ نه میکنم، کم کم میکنم. خب برادر و خواهرم داری میشه در این رابطه صحبت بکنی؟ بله. چند نفرن؟ من 4 برادر دارم و امرای خود من 2 خواهر. خب 2 خواهر. بله. تو کلانتر یا خودتر؟ من خوردترم. خوردتری. پس بله. در خانه دیگه خورد خانه تونی و بله. همه طور دوست دارن. بله. بسیار عالی. گفتی در انجمن ادبی ایرات هم عضو هستی نه؟ بس. چی زمان عضو انجمن شدی؟ من 2 سال پیش فکر کنم از شروع که رفتم 2 سال پیش بود. 2 سال پیش بود؟ بس. خب خود تو رفتی یا کسی تو تشویق کرد تا عضو بشی در انجمن؟ نه من همراه برادر خود رفتم، مرد تشویق میکردن، اونجی که رفتم در اینجا رسیدم. به اینجا رسیدی؟ ها بسیار عالی. و چیزی که خیلی مهم است این است که آدم در زندگی هدف هم داشته باشه. بله. نه؟ تو حتما یک هدف داری که شعر حفظ میکنی نه؟ بله. و دوست داری که چی اهداف دیگه در زندگی داشته باشی؟ دوست دارم یک دکتر باشم، یک خدمت برای کشور خوب کنم. پس دوست داری که دکتر بشی؟ بله. پس اگر میخوای دکتر بشی دیگه باید بیشتر تلاش بکنی نه؟ بله. بله. خیلی خوب. شاگرد ها معمولا کارخانگی انجام میدن نه؟ بله. مکتب کارخانگی میده برای شاگرد ها بازور انجام میدن. تو کارخانگی ها خور به مکتب مینویسی یا به خونه؟ بیشتر اگر چی که کارخانگی بعد به خانه نوشته شه. بله. اما بعض شاگرد ها دیگه چون به خانه وقت نمیگذارن خود سن خود من امت کار میکنم. یعنی به مکتب کارخانگی ها خور انجام میده؟ کم میکنم دیگه به مکتب، بعضی که به خونه بیام بیکار باشم. خیلی صدف جان چون میگن کارخانگی نه؟ بله. استاد وقتی برای تو کارخانگی میده تو باید او را در خانه انجام بدی نه؟ بله. یک تقسیم اوقات باید جور کنی و در خانه او را انجام بدی. من گفتم بعضی شاگرد ها این چنین هن. بله. میگن به خونه دیگه کی وقت داره باشه که من به مکتب بنویسم؟ به خونه هم میکنم. پس کوشش کن که پیشتر کارخانگی ها خور به خانه انجام بدی. چی زمان وقت میگذری به درس خواندن، به درس های مکتب؟ من همیشه بعد از مکتب که میام درس میخونم، درس که خلاص شه درس فردا، درس که امروز به مکتب بودم اوش میخونم دیگه که خوب بمونه به ذهن آدم. یک دختر مسلمان باید چی بخونه؟ و
باید درس بخونه، مسجد بره، نماز بخونه. نماز میخونی که انشالله؟ بله بله. وقتی نماز میخونی و با خدای خود مناجات میکنی، نه؟ بله. چی احساسی داری؟ احساس خیلی خوشی دارم که همگی با آرزو خوب برسم، همچنین خودم با آرزو خوب برسم. از بازی های کودکانه بگو، چی بازی های بلدی و انجام میدی؟ بازی یعنی بازی که گرگک بازی میگن، مو بازی بیشتر خوش دارم. دیگه بازی ها دوست نداری دیگه؟ دوست دارم و همایی بیشتر دوست دارم. آیا در زندگی خرافق هم داری؟ خواهد خونده؟ بله زیاد. خب؟ اسم های اینا چیه؟ اسم یکی ستاره، اسم یکی یسراه، زیاد دوست دارم. پس با اونا هم بازی میکنی؟ بله. خب بازی هم خوب هست دیگه، من تا باز زیاد نشه که آدم از درس‌ها خوب بمانه یا مثلا از کارهای خانه بمانه. خب بعضی دخترای هستن پدر و مادر اذیت میکنن، نه؟ چی گفتنی برای از اونا داری؟ من گفتنی دارم وقتی که مادر پدر اذیت میکنم گناه داره، باید اونا خود خود شروع کنن که پدر مادر اذیت نکنن، خود اینا خوب بشن اینا. چون دین ما هم گفته، پیامبر ما هم گفته که به پدر و مادر خو اذیت نکن، احترام بگذاریم، نه؟ صبح که از خانه بیرون میشین دستا مادر جان رو بوس کنین، بعد که میرین چی؟ بعد که میرین بازم دستای مادر جان رو بوس کنین، اگه پدر جان هم بودن دستای پدر جان هم بوس کنین، خصوصا اطفال و یا نونانانی که فعلا برنامه رو میبینن. این خیلی مهمه دیگه، نه؟ خیلی خوب. آیا زمانی هم شده که خسته شده باشی زیاد؟ ایتا یک اسه بر تو دست داده؟ زیاد نه. یعنی زیاد بازی کرده باشی دیگه، اگه زیاد بازی کنی خسته نمیشی؟ میشم، بعض وقت میشم. باز استراحت میکنه دیگه؟ بله. کارتونی هم میبینی؟ زیاد. خب چی کارتونی های دوست داری میشه صحبت بکنی؟ یکی کارتونی سگ هسته، سگ های نگهبان میگم، و یکی هم امی کارتونی ماشین ها که هسته اینا، یک کارتونی هست خرسه، او رو زیاد خوش دارم. بسیار عالی. امی کارتونی ها هم که هسته پندامیزن، نه؟ داستان های پندامیزی دارن و وقتی که ما اونا رو میبینین باید چیزهایی از اونا بیاموزین. پاکی چقدر در زندگی نقش داره؟ لباس ما پاک باشه، ناخن‌های ما گرفته باشه، نه؟ صورت ما پاک باشه، تن ما پاک باشه، نه؟ پاکی خیلی نقش داره. نظر تو در رابطه چیه؟ نظر من خیلی پاکی خوبه، باید همه ما پاک باشیم، در صورت ما همیشه شسته باشه، وقتی که میریم بیرون کثیف میشه دیگه، باید بیایم از خونه که به خونه که میاییم باید بشوریم اونا، همیشه مسواک بزنه، مسواک زدن اون خیلی خوبه، مسواک بزنه تا دندان های ما کثیف نشه. خیلی خوب، مسواک هم خیلی خوبه و از برس هم استفاده بکنیم، دندان های خود برس بکنین. خودت دندان ها خود میشوری؟ بله. شب میشوری یا صبح؟ شب. خب صبح هم باید بشوری دیگه، باشه. نه؟ خوبه، نه؟ بله. هم اگر آدم بتونه شب هم دندان ها خود برس کنه و بشوره و صبح هم خیلی خوبه. صبحانه هم میخوری؟ بله. چرا میگم؟ گفتم به خاطر که صبحانه خیلی مهمه، نه؟ بله. خیلی از شاگردا هستن، از کودکان، از نونالان که اینا صبحانه نمیخورن، همت شکم گوشنه مکتب میرن. بله. انرژی کافی هم ندارن. من همیشه که صبح مکتب میرم اول صبحانه میخورم بعد از مکتب میرم، چون وقتی آدم داخل مکتب میشه گوشنه میشه، بعد صبحانه بخوریم که گوشنه نشه. خب و صبحانه کی آماده میکنه، خودت یا مادر جان؟ بیشتر وقت که اگه صبح وقت مکتب برم تایم ما وقت باشه خود، اگر نباشه با مادر جان. مادر جان واقعا برای شما زیاد زحمت میکشه. گفتی که یک خواهر داری و برادرم داری، نه؟ خواهر خود خود دوست داری دیگه؟ بله. زیاد، نه؟ در کارهای درس و خانه با تون کمک میکنن دیگه؟ بله. خیلی خوب. و از برادرها کی بیشتر دوست داری؟ معروف جان بیشتر. چرا؟ چون مثلا بعض میرم جای میبرن خود میرم میبرن، زیاد بیشتر دوست دارم. پس معروف جان چون زیاد به من زحمت میکشن.
واقعا دیگه هر کس که با آدم زیاد زحمت بکشه آدم اونا دوست داره. و پدر جان هم که نیستن دیگه باز معروف جان دیگه باز نقش ناپیشتره در خانه. خب مادر دوست داری؟ آیا کدام شعری در رابطه با مادر حفظ کردی؟ به حافظه داری؟ حفظ ندارم. حفظ نداری؟ خب پس خوب است که در رابطه با مادرم انشالله شعر حفظ بکنی و میشه که باز همیشه بخونی. خب میشه در این قسمت بازم یک دکلمه برای ما و بیندای عزیز داشته باشی؟ شعر دارم از هوشنگ ابتهاج. خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خود. آریان روز چون می رفت کسی داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را، تو چرا باز نگشتی دیگر؟ آه ای واژه شوم، خونه کرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه، که بیایند عزیزانم آه، که بیایند عزیزانم آه. به به، بسیار عالی، بسیار زیبا. انشالله که صدف جان همیشه موفق و معید باشی. تشکر از اینکه به برنامه آمدی و صحبت کردی. انشاءالله که قدر مادر جان رو بدان و همیشه با انگیزه و با هدف زندگی کن. و تشکر از شما بیندای عزیز که همچنان با ما همراه هستین. میان برنامه رو با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.